غنی‌سازی 60% یکی از نیازهای ما هست برای تولید بعضی از داروهای خاص، داروهای رادیوایزوتوپ به اصطلاح. بعضی از این داروها احتیاج به مواد غنی شده تا 60% داره. توضیحات فنیش رو البته همکاران در سازمان انرژی اتمی خواهند داد، ولی ما امروز با آژانس اعلام کردیم که این کار صورت. دو روز بعد از انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز، ایران میگوید غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز می‌کند. آیا این اهرم فشار تازه تهران است یا به پایان زودهنگام مذاکرات منجر خواهد شد؟ این سوال را از یک کارشناس مذاکرات هسته‌ای می‌پرسم. آیا ایران حالا دست بالا را دارد یا حرکتش از روی ضعف است؟ این موضوع بحث 60 دقیقه امشب است. همچنین در برنامه امشب، همزمان با اعلام تاریخ برگزاری نشست صلح افغانستان در استانبول، گزارش شده که آمریکا نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می‌کند. انصراف حسن خمینی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به توصیه رهبر ایران، آیا جدی‌ترین امید اصلاح طلبان و میانه‌روها از میدان خارج شده؟ و اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران، 1400 خبرنگار و فعال رسانه از رئیس قوه قضاییه خواستند با عاملان برخورد کنند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تنش بین ایران و اسرائیل دوباره اوج گرفته. دو روز بعد از حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز که مقام‌های ایرانی می‌گویند خرابکاری اسرائیل بوده، رسانه‌های منطقه از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره امارات خبر دادند و انگشت اتهام به سوی ایران است. ایران هم همزمان با بازگشت دوباره به میز مذاکره در وین، وعده شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم را داده. این تنش‌ها تا کجا می‌تواند پیش رود و آیا آمریکا که همیشه گفته به امنیت اسرائیل متعهد است، می‌تواند دولت اسرائیل را برای رفع تحریم‌های تهران قانع کند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارش کیوان حسینی. 48 ساعت بعد از خرابکاری در اینجا تأسیسات هسته‌ای نطنز، ایران می‌گوید که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح 60% می‌رساند. خبر این کار توسط عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران اعلام شد که برای شرکت در ادامه مذاکرات هسته‌ای امروز وارد وین شد. او در نامه‌ای به رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات جدید ایران را اعلام کرده. دیروز نامه‌ای به آژانس فرستادیم و اعلام کردیم که در نطنز ما 1000 سانتریفیوژ جدید اضافه می‌کنیم. همچنین امروز نامه دیگری فرستادیم و اعلام کردیم از فردا غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کنیم. این کار برای نیازهای پزشکی ایران انجام می شود. بر اساس برجام، ایران مجاز است که اورانیوم را تا غلظت 3.67% غنی کند. از حدود یک سال و نیم پیش، ایران در اعتراض به تحریم‌ها میزان غنی‌سازی را ابتدا به 5%، بعد به 20% و حالا برای نخستین بار به 60% افزایش داده. هنوز روشن نیست که در جریان حادثه روز یکشنبه چند سانتریفیوژ از کار افتادند. اما چنان که یکی از نمایندگان مجلس گفته، بخش عمده توان غنی‌سازی ایران از کار افتاده. این اتفاقاتی که داره میفته طی همین چند ماه، دو نوبت در نطنز که یک مجموعه پرظرفیت ما رو که دچار خرابی میشه منتقل میکنن خارج از کشور که این رو تعمیر کنن، بعد با 300 پوند مواد اون رو مهیا میکنن میارن داخل کشور و سیستم امنیتی ما توجه نمیکنه، این نباید ما رو حساس بکنه؟ اینکه اتفاقی دیروز میفته و تو حوزه برق عملا بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما رو حساس بکنه؟ بر اساس برجام، سانتریفیوژ های ایران به حدود 5000 دستگاه محدود شد. از زمان خروج آمریکا از برجام و گام‌های ایران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته هم تعداد این دستگاه‌ها کماکان محدود بوده. و اگر اظهار نظر آقای زاکانی درست باشد، بخش عمده این دستگاه‌ها از کار افتادند. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. یعنی از این بابت من علمی برخورد می‌کنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصاشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق
آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه. این خیلی، و تا حالا هم تقریبا حتی فوردو هم که سال 91 این کار کردن، برق رو از 4 کیلومتری قم یا 30 کیلومتری فوردو قطع کردن. ایران میگوید بخش اصلی سانتریفیوژهای آسیب دیده از نسل IR1 هستند، تنها مدلی که ایران اجازه دارد از آن استفاده کند. محدودیت هایی که به گفته سخنگوی دولت ایران دیگر به آن پایبند نخواهد بود. مقرر کردیم در دولت هم وضع شد، به جای سانتریفیوژهای IR1 از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده بشه. قطعاً هدف این تخفیف ها از کار انداختن این سانتریفیوژها بوده و من امروز اعلام میکنم بر اساس یک تصمیم ملی و یک خواست مدنی، چرخ سانتریفیوژهای ما برای همیشه خواهد چرخید. و همه اینها درست زمانی که از آغاز مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام یک هفته بیشتر نگذشته. این مذاکرات تا همینجا با موانعی جدی برای رسیدن به نتیجه روبرو بوده. و حالا حادثه نطنز و واکنش‌ها به آن آرام آرام به عاملی جدید برای تعیین مسیر این گفتگوها تبدیل شده. کیوان حسینی، بی بی سی. پیشتر گفتگوی داشتم با مایک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. از او پرسیدم در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل به بالاترین سطح رسیده، ادامه مذاکرات در وین چقدر اهمیت دارد. I think it's good news that Iran's negotiators are returning to Vienna to continue. فکر می‌کنم این خبر خوبیه که مذاکره کننده های ایرانی دارن به وین برمیگردن تا گفتگوهایی که هفته پیش شروع شد رو ادامه بدن. گفتگوهایی که به شکلی عملگرایانه پیش رفته. اتفاقی که در نطنز افتاد ممکن بود باعث بشه که تیم ایرانی در خونه بمونه و به مذاکره بر نگرده. به نظرم حالا موضع ایرانی ها در مذاکرات سخت‌تر میشه و انعطاف پذیری کمتری به خرج میدن. اما به هر حال این خوبه که مذاکرات ادامه پیدا کنه و اینکه ایران هیچ کدوم از طرف های مذاکره به ویژه امریکا رو در این اتفاق مقصر ندونسته. از طرف دیگه اما ایران اعلام کرده که سطح غنی‌سازیش رو میخواد افزایش بده و به 60% برسونه، چیزی که بسیار فراتر است از اون چیزی که در تحت برجام باید انجام بده. اون رو تفسیرتون ازش چه هست؟ آیا ایران داره این رو به عنوان اهرمی ازش استفاده میکنه یا به نوعی در واکنش به اون چه هست که در نطنز اتفاق افتاد؟ it's a reaction to what happened in Natanz. این واکنش به اونچه که در نطنز اتفاق افتاد و یادآور اینه که طرف مقابل همیشه کارتهای خودش را برای بازی داره. بعد از حمله در نطنز شنیدیم که تحلیلگرهای در اسرائیل و واشنگتن مدعی شدن که این حمله برنامه هسته ایران را به عقب برمیگردونه و دست ایران را در مذاکرات خالی کرده و دست بالا را به امریکا داده. نه، این اتفاق نیفتاده. این فقط باعث شده که ایران به روش خودش واکنش نشان بده و تا دست بالا را در مذاکرات دوباره به دست بیاره. بنابراین فکر میکنم وضعیت الان دشوارتره. خوشبختانه غنی‌سازی 60% اورانیوم یک اقدام قابل بازگشته. چه کمکی میکنه این غنی‌سازی 60%؟ You know, 60% uranium enrichment has no viable civilian. غنی‌سازی 60% اورانیوم هیچ هدف غیر نظامی مشروعی نداره و تنها علت انجامش نزدیک شدن به توانایی تولید سلاح هسته‌ای و برای اینکه دست بالا رو به ایران بده. از تابستون پارسال ایران در حال افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خودش فراتر از محدودیت‌های برجام بوده تا طرف‌های مقابل رو وادار کنه راهی برای لغو تحریم‌ها پیدا کنند و بعد ایران اقدام‌هایی که انجام داده رو معکوس کنه. اینها فقط برای اینه که دست بالا رو به ایران بده. برگردیم به تنش‌ها بین ایران و اسرائیل که بسیاری فکر می‌کنم به نقطه خیلی غیرقابل بازگشتی رسیده و هر روز شاهد تک و پاتک از هر دو طرف هستیم. در این وسط آمریکا رو هم داریم که واکنشی تا اینجا نشون نداده و عملاً گفته که ما اطلاع نداشتیم فقط. ولی فکر نمی‌کنید که آمریکا باید به نوعی اینجا موضع خودش رو مشخص بکنه؟
Well, I think the United States has made it clear that it was not involved in this at all. Some people are calling on فکر می‌کنم آمریکا موضع خودش را روشن کرده که در این اتفاق ابداً دستی نداشته. بعضی‌ها خواستند که دولت بایدن اقدام اسرائیل را محکوم کنه، اما فکر نمی‌کنم دولت بایدن چنین کاری بکنه. شراکت آمریکا و اسرائیل بسیار قویه و محکوم کردن اسرائیل تأثیرات سیاسی منفی در آمریکا خواهد داشت. بایدن باید اوضاع سیاسی رو در واشنگتن به دقت مدیریت کنه، چون خیلی ها در امریکا مخالف برجام هستن. این اولویت بایدنه که برجام رو احیا کنه و بیانیه دادن علیه اسرائیل کمکی به این کار نمی کنه. اما من تصور می کنم وقتی لوید آستن وزیر دفاع امریکا رفته بود به اسرائیل، ایالات متحده در پشت پرده با اسرائیل صحبت کرده باشه و مطمئنم او به مقام های اسرائیلی گفته که چون این حرکتی خوب نیست. آخرین نکته این که فکر میکنم امریکا جور دیگه ای بیانیه داده، به این مفهوم که احتمالاً امریکا مسئول درز اطلاعات مربوط به عامل اتفاق نتنز بوده. فکر کنم دولت امریکا ممکنه عامل درز این مطلب باشه که این اتفاق کار اسرائیل بوده. دست کم این چیزیه که بعضی تحلیلگرهای اسرائیلی میگن و این راهی بوده که امریکا نارضایتی خودش رو نشون بده. و اسرائیل مشخصا نشون داده که اصلا دوست نداره که آمریکا به برجام بازگرده و برجام دوباره زنده بشه. فکر میکنید که نتیجه چه خواهد شد؟ اسرائیل برای از مسیر خارج کردن مذاکرات هر کاری که بتونه میکنه، اما فکر میکنم در نهایت باید بفهمه این قضیه برای مهمترین متحدش اهمیت داره. آمریکا میخواد برجام رو احیا کنه و فکر میکنم اسرائیل باید اطمینان داشته باشه که اقدامات بایدن امنیت اسرائیل رو تضعیف نمیکنه. در واقع بسیاری از تحلیلگرای امنیتی اسرائیل و سران سابق آژانس‌های اطلاعاتی این رو علناً گفتن که برجام برای اسرائیل خوب بود، چون توانایی ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای رو مهار کرده بود و میبینیم که بدون برجام ایران حالا داره به سوی سلاح هسته‌ای حرکت میکنه. مایک فیتز پاتریک بود که با ما پیشتر صحبت کرده بود. اما برای بحث بیشتر در این مورد، محسن سولتوس، پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا با ما هست و همینطور امین سوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا. اجازه بدید آقای سولتوس با شما صحبت بکنیم. آقای ظریف امروز گفته که حمله به تاسیسات هسته نتنز به ایران دست بالا رو در مذاکرات داده. آیا واقعا فکر میکنید این طور باشه؟ درود بر شما. بله، اینکه آیا واقعا ایران دست بالا رو بعد از این حملات به دست میاره در مذاکرات در وین یا خیر، به نظر من بسته به نوع پاسخ ایران هست و شدت پاسخ ایران. تا به حال چیزی که اتفاق افتاده پاسخ ایران به نوعی حساب شده و محتاطانه بوده و به نظر نمیاد که ایران واقعا جایگاهش تضعیف شده باشه در مذاکرات. تعویض سانتریفیوژهای جدیدتر قرار هست جایگزین این سانتریفیوژهای قدیمی بشه، افزایش درصد غنی سازی که به هر حال و در کنارش کاهش تعهدات هستی به نوعی توجیه پذیر هست با این اتفاقی که مجدد در نتنز افتاده. من فکر نمی کنم واقعا باعث تضعیف جایگاه ایران شده باشه، هرچند که باعث سخت‌تر شدن روند مذاکرات خواهد شد از یک بابت، چون به هر حال ما تا به حال هم دیدیم که آمریکا هم علارغم اون باور عمومی که وجود داشته برای بازگشت به برای آمادگی بازگشت به برجام، در حقیقت به نوعی روند فرسایشی رو تا به حال طی کرده بوده و ما اقدام خیلی عملی از جانب آمریکا هم ندیده بودیم. اینکه واقعا حالا این روند مذاکرات به چه سمت خواهد رفت، به نظرم باید صبر کنیم ببینیم که پاسخ آمریکا هم به این کاهش و تعهدات ایران و تغییراتی که در سانتریفیوژها داره اتفاق میفته و افزایش غنی‌سازی چه خواهد. پاسخ ایران رو کم و بیش به هر حال حداقل تا اینجا دیدیم، غنی‌سازی 60% رو قرار هست شروع بکنن. آقای سوفیامهر، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید دست ایران پرتر شده یا خالی‌تر در مذاکرات؟ من فکر می‌کنم دست جمهوری اسلامی خالی‌تر شده. ببینید، یک از مشکلاتی که منتقدان در مورد فشار حداکثر ترامپ بیان می‌کردن این بود که فشار حداکثر یک سازکار بازدارندگی برای خروج جمهوری اسلامی از برجام نداشت. ولی این حمله دوم نتنز در کمتر از 10 ماه نشون داد نوعی تقسیم کار میان آمریکا و اسرائیل وجود داشته، بدین گونه که فشارهای تحریمی و اقتصادی
و سیاسی از جانب آمریکا اعمال می‌شده و همین مسئله، مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی از خروج از برجام بر عهده اسرائیل گذاشته شده تا با کارهای خرابکارانه جلوی فعالیت عملی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بگیرن. ببین، ما چیزی که مواجه با اون هستیم نوعی فروپاشی نظام امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بدین معنا که اسرائیل پیامی رو که میفرسته به جمهوری اسلامی اینه که هر زمان، هر گونه که صلاح میدونه میتونه عملیات رو در خاک ایران انجام بده و به اصطلاح حتی امنیتی ترین مناطق رو هدف قرار بده و این کار رو به قول کارشناسان جمهوری اسلامی چنان قشنگ و تمیز انجام بده که رد و پایم از خودش باقی نذاره. اگر جمهوری اسلامی بخواد سانتریفیوژ های جدیدی رو نصب بکنه، قابل انتظاره که اسرائیل به اصطلاح همین راهکار رو در پیش بگیره با توجه به این توان بالای عملیاتی و اطلاعاتی رو که در درون ایران داره. بنابراین من فکر می‌کنم بسیاری از این حرفایی که آقای ظریف زده تا 60% و سانتریفیوژ نوعی بلوف، یه نوعی به اصطلاح بلوف از روی استیصاله. آقای صوفی هم اشاره کردم به بلوف سیاسی و از اون طرف فروپاشی سیستم امنیتی ایران، شما هم موافقید با این مسئله؟ ببینید، من با این قسمت که بله، ما یک ضعف بسیار مشهودی در سیستم امنیتی ایران می‌بینیم، حفره‌های امنیتی که در ظرف چند ماه چندین بار این حملات تکرار میشه، قطعا وجود داره در ایران. ولی از طرف دیگه هم باید توجه بکنیم که نطنز تنها تأسیسات هسته ایران نیست. اتفاقات مشابه آنچه که در نطنز افتاده در جای دیگه نیفتاده و ما واقعا مطمئن نیستیم که آیا این ضعف امنیتی در بقیه سایت های هسته ای هم وجود داره یا این منحصرا مربوط به نطنز هست. بنابراین من فکر میکنم که بله، این ضعف مشهود امنیتی در سیستم ایران حتما هست، اگر نبود که این اتفاقات نمیافتاد. ولی به گمانم از اینجا به بعد به هر حال برای حفظ آبرو هم که شده، شاید امنیت ایران یک مقداری سختگیرانه تر بشه در تأسیسات هسته‌ای، این اتفاقاتی که میفته رو بتونن ازش جلوگیری بکنن. به هر حال ما وقایع مشابه نطنز رو در جای دیگه ندیدیم و این به نظر میاد که ضعف امنیتی محدود به یک سایت بوده. آقای صوفی امر اشاره کردید که تقسیم کاری بین آمریکا و اسرائیل انجام شده. دولت فعلی آمریکا میگه اطلاعی نداشته از اتفاقی که افتاده. منظورتون دولت پیشین آمریکا بود یا فکر میکنید نه، همچنان هم دولت فعلی با اسرائیل این تقسیم کار رو داره؟ ببینید، کماکان فشارهای حداکثری که لغو نشده، هنوز بایدن به اصطلاح بر پایه همون مکانیزم فشار حداکثری داره اعمال میکنه. فقط ما چیزی که شاهد اون هستیم، رتوریک آمریکا تغییر کرده. ببینید، وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشواره. جمهوری اسلامی هم ضربه امنیتی و اطلاعاتی و هسته‌ای میخوره، هم فشار حداکثری وارد شده و هم پای میز مذاکره میاد و تاکید میکنه که مذاکرات رو ترک نخواهد کرد. این بلاییه که به اصطلاح همون فشار حداکثری با همون تقسیم کار اسرائیل انجام شده. ممکنه برخی بگن که خب ایران در طول برجام میزان بسیار کمی رو غنی‌سازی در سطح کمی انجام میداد، ولی در ابتدا 20% و حالا به 60% رسیده، بنابراین اون فشار هم نتیجه نداده. اون که ادعاست، اون حالا خب به هر حال ادعا بکنیم که یه روزی به 60% برسه، تا بخواد به 60% برسه ماها طول میکشه و ماها طول کشیدن. مطمئنا اسرائیلیا برنامه‌های بیشتری دارن اگر که جمهوری اسلامی بخواد این هدف خودش رو عملیاتی بکنه. ببین، جمهوری اسلامی تمام هیچ گزینه مطلوبی که نداره، که چه عرض کنم، تمام گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی داره گزینه‌های با ریسک بالاست و با حاشیه به اصطلاح خطای بسیار باریک که اگه کمترین سوء محاسبه را انجام بده میتونه خطر حمله نظامی رو متوجه جمهوری اسلامی کنه. من یادمه در همین برنامه 7-8 ماه پیش و پیش از اینکه بایدن سر کار بیاد، ما اینجا بحث داشتیم و خدمتتون عرض کردم که اومدن بایدن از قضا مسئله تهدید نظامی رو اتفاقا بالاتر میبره، سطح تهدید رو بالاتر میبره و سطح تنش منطقه رو بالاتر میبره و به نظر میاد ما داریم به همون سمت و سو حرکت میکنیم. آقای صوتوس، نظر شما چه هست؟ ببینید، بالا رفتن سطح تنش به نظر من به آنجایی نخواهد رسید که آمریکا یا اسرائیل به این نتیجه برسن که با یک حمله نظامی تمام عیار میتونن تاسیسات هستی یا برنامه هستی ایران رو به طور کل
از کار بندازن. به هر حال نظرات کارشناسان نظامی هم تا به حال همین بوده که شاید وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد بکنه این حملات، ولی به هیچ عنوان از بین نمیبره و برنامه هسته‌ای ایران سر جای خودش خواهد بود، با یک وقفه پیگیری خواهد شد. به نظر من نگاه واقع بینانه اگر در کابینه آقای بایدن از این زاویه هم به این موضوع هستش که ادامه تنش‌ها با اسرائیل، این که چیزی که مهمان محترمتون گفتن تقسیم کار، من فکر نمی‌کنم که یک اجازه کاملی به اسرائیل داده باشه آمریکا که شما هر کار دلتون می‌خواد با برنامه هسته ایران میتونین انجام بدین، اگر که عملیات خرابکنه تا هر حدی که دلتون بخواد میتونین انجام بدین. به گمان من چنین نیست، اونها هم فقط در صدد همین ایجاد وقفه هستن، بیشتر از این نخواهند به دست به عملیات نظامی گسترده تر بزنن، چون به هر حال ساختار تأسیسات هسته ای ایران به گونه‌ای بوده که اگر قرار بود حمله مستقیم نظامی این تأسیسات رو به هم بریزه تا به حال انجام شده بود. این قدم 60 افزایش غنی‌سازی به 60% رو شما درست میدونید یا نه؟ از آقای سورتوس شما بفهم. من فکر میکنم باید منتظر تایید گزارش آژانس باشیم. به هر حال بازرسان آژانس هنوز در ایران هستن. وقتی که ایران کاهش تعهدات هسته‌ای خودش رو اعلام کرد، از زیر 5% به بالای 20% رفت، خب این توسط آژانس تایید شد. اینکه در قدم بعدی از 20% به 60% واقعا این اتفاق بیفته یا نه، به نظر من به زودی مشخص خواهد شد. اگر یک بلوف سیاسی بود که نمی توانستن اینو پوشش بدن، به نظر من همچین بلوفی رو نمی زدن. اگر که این ادعا میشه، احتمال اینکه این اتفاق به زودی خواهد افتاد، حالا امروز یا فردا یا در طی ماه‌های آینده، به گمان من زیاد هست. آقای صوفی، ایران هم میگه که به بازرسان آژانس اطلاع داده، به خود آژانس اطلاع داده که این غنی‌سازی رو میخواد تا سطح 60% بالا ببره. به هر حال اگر اهرم فشار نتنز رو از دست داده، میخواد ظاهرا یه اهرم دیگه ای داشته باشه که بتونه با اون بر سر میز مذاکره بره. اگر اون اتفاق بیفته، عملا کار اسرائیل بی نتیجه میشه گفت مونده، برای اینکه یعنی همون چیزی شده که آقای ظریف میگه ما حالا دوباره یک چیز دیگه، یه برگ دیگه ای رو کردیم. ببین، اگر که جمهوری اسرائیل در نقطه کنونی 60% رو داشت، این بیان شما صحیح بود، ولی جمهوری اسلامی تا بخواد به اون درجه برسه، اولا هم فشار بین المللی فوق العاده شدیدی رو متوجه خودش میکنه، هم فشار آمریکا رو متوجه خودش میکنه و حتما خرابکاری اسرائیل در جمهوری اسلامی تداوم پیدا میکنه. ببینید، این حرفایی رو که میزدن که پیش از برجام میتونه فعالیت هسته ایران رو مهار بکنه و حمله نظامی این کارو نمیتونه بکنه، همون موقع میگفتن حمله نظامی 10 سال میتونه برنامه هسته ای جمهوری رو به تعویق بندازه. الان در درون همین برجام ما 3 تا به اصطلاح سانست کلازز داریم، همون بندهای غروب داریم. ایش 2023، یعنی چیزی در حدود 2 سال کنار میره که آزمایش موشک‌های بالستیک 2025، یعنی 4 سال دیگه به اصطلاح نصف سانتریفیوژای نسل جدید برداشته میشه و 2030 جمهوری اسلامی میتونه به میزان بالای غنی‌سازی اورانیوم و در حجم زیاد رو انجام بده. بنابراین الان داره این توازن به هم میخوره که بازگشت به برجام اتفاقا راه رسیدن جمهوری اسلامی رو به بمب هسته‌ای هموارتر میکنه تا حمله نظامی، و هر چقدر این تنش با دنیا جمهوری اسلامی ادامه بده، به اون سمت ترازوی حمله نظامی بیشتر معقولیت پیدا میکنه تا بازگشت به برجام، چون که برجام نتونست مسائل منطقه‌ای و موشکی و تروریسمی جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. جمهوری اسلامی صرفا به برجام به مثابه مکانیزم رفع تحریم ها و به دست آوردن پول نگاه میکرد تا بتونه تمام اون سیاست های تهاجمیش رو افزایش بده. آقای سورتوس، شما هم فکر میکنید که برجام ممکنه که ایران رو به ساخت بمب‌های نزدیکتر بکنه؟ کوتاه بفرمایید لطفا. نه، من کاملا مخالفم. ببینید، برجام به دلیل اینکه ارتباط اقتصادی بین ایران با سایر کشورها به وجود می آورد، منافع اقتصادی مشترک به وجود می آورد، به نوعی تضمین امنیتی بود برای ایران. ولی وقتی که این منافع مشترک اقتصادی نباشه، ما می بینیم این تنش هایی که اتفاق افتاده تو این 2-3 سال اخیر
حمله به نفتکش‌ها، اتفاقی که در آرامکو میفته و یا همون حملاتی که به نفتکش‌ها میفته در خطوط انتقال نفت، اینا همش به دلیل نبود امنیت هست، امنیتی که در زمان برجام ما شاهد این بودیم. بنابراین وقتی که این منافع اقتصادی مشترک از بین بره، هر کشوری، چه ایران چه کشور دیگه، وقتی که چارچوب صلح‌آمیز و دیپلماتیکی در کار نباشه، به فکر همون دیدگاه واقع‌گرایانه برای افزایش توان بازدارندگی خودش از طریق به دست آوردن سلاح‌های مد و غیر متعارف پیش خواهد رفت. ممنونم. بنابراین بودن برجام قطعا بفرمایید. خیلی سریع آقای سوفیانی. اتفاقا به همین خاطر که خامنه‌ای بعد از امضای برجام گفت که برجام دوی وجود نداره و با آمریکا مذاکراتی صورت نمیگیره و بیزنس و تجارت با آمریکا نخواهد داشت، اتفاقا به همین دلیلی که ایشون این گفتن، چون که رابطه با آمریکا شیشه عمر نظامی. ممنونم از هر دوی شما، امین صوفی‌آمر پژوهشگر فلسفه سیاسی و محسن سختوس پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی با ما. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، دولت جو بایدن تصمیم گرفته نیروهای نظامی این کشور تا 11 سپتامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگه، خاک افغانستان را ترک کنند. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که بیش از یک سال پیش امضا شد، نیروهای آمریکا باید تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 17 روز دیگه، افغانستان را ترک می‌کردند. اما اخیراً دولت آمریکا گفت که خروج تمام نیروها تا اون تاریخ امکان‌پذیر نیست. همزمان ترکیه امروز در بیانیه اعلام کرده که نشست استانبول برای صلح افغانستان 10 روز دیگه آغاز میشه. ولی آریا، تحلیلگر مسائل افغانستان از لندن به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای آریا، حالا میبینیم که 5 ماه دیگه عملاً دولت آمریکا برای خودش وقت خریده، فکر میکنید این 5 ماه کافی است و اینکه آیا با طالبان در این مورد به توافق رسیدن؟ با عرض سلام، به احتمال زیاد تاریک از شواهد و قرائن پیداست به توافقات دست یافتن. بعضی منابع آگاه خیلی مطمئنن که نوعی توافق دست خواهند یافت، هرچند که خب به احتمال زیاد یک توافق خواهد بود به عنوان دینی خمیری در واقع. ولی خود این چند ماه تأخیر در خروج نیروها تنها به خاطر همین فرصت بیشتر دادن و همین پروسه مذاکره و کنفرانس استانبول هست. حتی احتمال این وجود داره که دوباره هم به تأخیر بیفته بعد از تاریخ، بعد از اول می به اصطلاح. و این جنبه سمبولیک هم خواهد داشت، به هر حال 11 سپتامبر 20 سالگرد عملیات 11 سپتامبر 2001 هست که این هم از جهت های اهمیت هست. و بیایم سر برسیم به نشست استانبول که خیلی نگاه ها الان به اون دوخته شده. در نشست استانبول چه خواهد گذشت و به نظرتون آیا میشه در اونجا انتظار داشت که نتیجه بگیریم و بعد از اون دولت انتقالی تشکیل بشه؟ احتمال حکومت صلح یا حکومت انتقالی وجود دارد به روی کاغذ، ولی در عمل موانع خیلی زیاده. حتی اجماعی که باید بین سیاسیونی که در واقع طرف مقابل طالبان هستن وجود داشته باشه، اون اجماع هنوز ایجاد نشده. همین حالا بحث قومی دوباره به شکل داغ شروع شده. مثلا آقای دانش، معاون دوم آقای غنی، اخیراً گفته که این توافق بین دو قوم خواهد بود. در پارلمان 2 روز پیش ما شاهد تنش بودیم که ادعا این بود که این از جانب طالبان هم بیشتر پشتونها هستن، 90% پشتونها هستن، و از جانب جمهوریت هم به اصطلاح این هیئتی که قرار به استانبول برن حداقل 50% پشتونها هستن، و غیر پشتونها، خود پشتونها هم ادعای قومی متفاوتی دارن. یعنی ادعاهایی که در 20 سال گذشته وجود داشته، در 20 سال گذشته به خصوص هر قومی در افغانستان احساس کرده که بازنده بوده و اقوام دیگر برنده بودن، و این قرار نیست به این زودی‌ها خاتمه پیدا بکنه، به خصوص با توجه به اینکه اگر قرار باشه طالبان که در واقع یکی از مشخصهای اصلیشان مسئله قومیت هست، اینا وارد معادله بشن، مسئله قومی رو بسیار پیچیده‌تر خواهد ساخت. و اگر قرار باشه که جامعه جهانی افغانستان رو ترک بکنه و به عنوان تضمین کننده، طوری که در 2 دهه گذشته در افغانستان حضور داشته، کسی حضور نداشته باشه، خب این تنش‌های قومی احتمال اینکه به تنش عملی، به جنگ داخلی بیانجامه، احتمالش زیادتر خواهد شد. آقای آریا، شما رابطه نسبتا نزدیکی با بسیاری از سیاستمداران افغان دارید، با اونها صحبت میکنید، شکلی که در ذهن اونها هست از این دولت صلح یا دولت انتقالی چه هست؟ باید دقیقا منتظر چه باشیم؟ چه چیزی در ذهن
افراد هستن اونجا؟ ببینید خیلی از سیاسیون افغانستان که مخالف آقای غنی هستن به اندازه این تضاد با آقای غنی و تیمشون زیاد شده که اینا حاضرن به هر قیمتی که شده به اصطلاح از شر آقای غنی خلاص بشن و حتی با آمدن طالبان. و خود دولت به عنوان نمونه اینها توقعشون اینه که طالبان به این شکلی که آقای حکمتیار به پروسه سیاسی پیوست، طالبان به این گونه بیان زیر چتر دموکراسی که در واقع رهبری کننده اش حکومت فعلی افغانستانه که اون خلاف در واقع توقع هست و جناح طالبان هرگز چون این چیزی را نخواهند پذیرفت. و در بین سیاسیون مختلف، طیف سیاسی که مخالف طالبان هستند و در این حال مخالف آقای غنی هستند، باز مسائل شدید قومی وجود داره. به هر حال اینا در واقع انتظارشان این است که سهم بیشتر در حکومت آینده داشته باشند و این درصدهایی که در واقع در نظر دارن که چه درصدی باید در حضور داشته باشند هر گروه قومی منتصب به خودشان، اینا رو شما اگر جمع بکنید خب اینا به هر حال از 300-400 درصد هم اضافه تر خواهد شد که خیلی در واقع نگران کننده است از این جهت. آره، این شرایط مشخصی فعلا پیش رو نداریم. ممنونم از شما ولی آریا، تحلیلگر مسائل افغانستان هستم. حدود دو ماه دیگه در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. یکی از گزینه‌های اصلاح طلبان برای نامزدی در انتخابات پیشرو حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. او قرار بود با شعار پدر بزرگش همه با هم وارد گود انتخابات بشه. اما یاسر خمینی برادر او میگوید بعد از دیدار با آیت الله علی خامنه ای از حضور در این انتخابات منصرف شده، چرا که رهبر جمهوری اسلامی نامزدی او را صلاح ندانسته. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. خرداد 1413 انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیک است. صدای مخالفت با جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات رساتر از قبل شنیده می شود، حتی در میان اصلاح طلبان. ما بگیم نهاد انتخابات رو تضعیف نکنیم، خب انتخاباتی که تأثیر نداشته باشه و شما بری رأی بدی ولی بعد افراد بر اساس شعارهاشون و اون خواست مردمی که به اونها رأی دادن مسیر رو نرن جلو، خب این نهاد انتخابات تضعیف شده. چه من رأی بدم چه ندم فرق دیگه نمیکنه، ولی من رأی دادن من چه تأثیری داره؟ من تقویت میکنم با رأی دادنم سیستم غلط، ببخشید سیاست‌های غلط موجودو. با وجود بدبینی به انتخابات، گروه‌هایی که برای تصاحب دولت شانسی می‌بینند در حال معرفی کاندیداهای خود هستند، از نظامیان تا آنها که چهره های آشنای انتخابات هستند، از اصولگرایان تا نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی حسن خمینی که مدت هاست به عنوان گزینه سرشناس جبهه موسوم به اصلاح طلبان و میانه رو مطرح است. آقای خمینی اما اعلام کرده که در انتخابات 1400 نامزد نمی شود، چرا که رهبر جمهوری اسلامی او را از این کار باز داشته. این روایت یاسر خمینی، دیگر نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، از ماجرا. رهبر انقلاب کاندیداتوری ایشان در انتخابات را به صلاح ندانستند و از ایشان خواستند که در شرایط فعلی به این عرصه ورود نکنند. با توجه به این توصیه طبیعی است که تصمیم ایشان روشن است و اخوی یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری ندارد. کلن آدم خوشبینی هست. این نخستین بار نیست که به حسن خمینی اجازه شرکت در انتخابات داده نمی شود. در سال 1394 هم برای عضویت در مجلس خبرگان نام نویسی کرد که شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که رئیس جمهوری باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، اما به نظر میرسد که رأی رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس قوه مجریه شرط نخست است، کما اینکه بسیاری از نامزدها قبل از شرکت در انتخابات نظر او را جویا میشود. نمونه مشهور آن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق که برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ثبت نام کرد، اما صلاحیتش در شورای نگهبان رد شد. یه نفری یا آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود و اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید.
نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنید. پیش از این علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از خروج از نهاد ریاست جمهوری دوباره در انتخابات سال 92 اعلام نامزدی کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات گفت که به او پیشنهاد کرده بودند انصراف دهد و چون او نمیخواسته هزینه رد صلاحیتش کم شود پیشنهاد را نپذیرفته. محمد خاتمی هم در سال 92 اعلام کرده بود که حاکمیت مخالف کاندیداتوری اوست. رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی با اینکه میگوید در روز انتخابات یک رأی دارد، اما نظر نافذش پیش از انتخابات سرنوشت مهره‌های بازی را تعیین می‌کند. در انتخابات پیش روی تا اینجا حسن خمینی با نظر رهبری از انتخابات انصراف داده و بعید است اصلاح طلبان بتوانند روی نامزدی به توافق برسند که شانس بهتری از او داشته باشد. گروه‌هایی که علاوه بر دشواری‌های معرفی نامزد برای پای صندوق آوردن مردم با چالشی بیشتر نسبت به دوره‌های قبلی روبرو هستند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. همکارم پوریا ماهرویان در استودیو با ما هست. پوریا، چه شد که اصلاح طلبان حساب باز کردن روی حسن خمینی؟ چون به نظر میرسید که او کسی بود که داشتن اجماع میکردن در موردش. دقیقا یه ذره شبیه ماهای مونده به انتخابات 76 که در واقع اصلاح طلبا دنبال یک چهره میگشتن که بتونن حالا اون دوره محافظه‌کارا یا اصولگرایان فعلی پیروز بشن، چهره که یک ستاره در واقع اقبالشون میشه و اینو تو حسن خمینی میدونن، با توجه به اینکه خب حسن خمینی خودش رو فراجناحی میدونه ولی میدونه که خیلی نزدیک به اصلاح طلبا پیوندهای سببی داره با چهرهای شاخص اصلاح طلب، این آقای موسوی بجنوردی پدر همسرش هستش، محمد خاتمی فامیل همسر دخترخاله مادرش، با همه اینا جلساتی که بعد سالهای 88 میذاشتن خیلی نزدیکی ولی خودش رو فراجناحی میدونه. ضمنی که آقای خمینی یک پیوند خانوادگی داره، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و خیلی از این میتونستن استفاده کنن و میتونستن یک اجماعی تشکیل بدن که اینجوری نبودش که الان هر اصلاح طلبی که چهره شاخصی که صحبت میکنه هنوز نمیدونن کی قراره نامزدشون بشه. و به نظر میرسه با انصراف آقای خمینی شانس اونام از بین رفته، امیدشون از دست دادن تا خودی، حالا باید بگن یک ستاره دیگه پیدا کنن که بعیده که کسی مثل آقای خمینی رو بتونن پیدا کنن. در شرایط فعلی که به هر حال صداهای متفاوتی از جامعه ایران شنیده میشه، آقای خمینی با توجه به هر حال نگاهایی که به پدر بزرگ او هست و همه اینها، آیا شانسی هم داشت برای پیروز شدن در انتخابات؟ شانس اولین باید ببینیم که آقای شانس داشتش که صلاحیتش تایید بشه یا نه. حالا سوا اینه که آقای خامنه‌ای توصیه کرده که وارد نشه، میدونیم دو بار دیگه توی گزارش شیدان بودش که آقای خامنه‌ای توصیه کرد که دو نفر که دو دوره ریاست جمهوری مسئول بودن در قوه مجریه رد صلاحیت شدن، احتمالی که آقای خمینی هم رد صلاحیت بشه بیشتر بودش. ولی خب می‌دونیم که آقای خمینی روی کاغذ به اون شکل رجل سیاسی حساب نمیشه، سابقه مدیریتی و سیاسی بسیار لاغری داره، اما اینکه میومد توی از فیلتر شورای نگهبانی رد می‌شد، این احتمال بود که اصلاح طلبا و میانه روها پشتش جمع بشن، بتونن یک رأی‌های خاکستری رو جمع کنن، حتی یک خطری هم حس میکردن اصولگرایان. توی اتاقهای کلاب هاوس میشنیم که یکیش حتی میومدن میگفتن که اگه بخواد نامزد بشه باید با اسم سید حسن مصطفوی بیاد، اسم شناسنامه ایش، نه با اون چیزی که به خمینی مشهوره که نتونه به اصطلاح اونا از رانت پدر بزرگش استفاده کنه و بتونه پیروز بشه. در گزارش شهده هم شاهد این بودیم که آقای خامنه‌ای پیشتر هم بودند افرادی که بهشون گفته که شرکت نکنید یا نه. واقعا چرا او باید در این مسائل دخالت بکنه؟ و در این حال اگر کمی هم از واکنش ها هم بهمون بگی خیلی خوب میشه. بله، این که حالا به شکل علنی تر شده، یعنی در
در گزارش هم بود در دوره آقای رفسنجانی که رد صلاحی شد، آقای رفسنجانی بعد هم اومد گفتش که من دسترسی نداشتم با آقای خامنه ای، اون چند روز به بهانه‌های مختلف میگفتن استراحت میکنه سر کلاس درس یا در یک دیدار و مراسمیه. بعد که دیگه خیلی اصرار کرده که جواب به من بدید، آقای حجازی بهش گفته که این همچی چیزی رو نمیشه پای تلفن گفت، و گفته خب من فکر کردم مخالف نیستن و رفتم و رد صلاحیت شد. در مورد آقای احمدی نژاد رسما آقای خامنه خودش اعلام میکنه و الان به نظر میرسه رسمی شده. حتی آقای تاج‌زاده در یکی از اتاقهای کلاب هاوس دیروز میگفتش که اگر آقای خامنه ای نامزد مورد نظر ما رو تایید کنن، مشارکت حد اکثری اتفاق میفته و اینو دیگه میگن که در شورای نگهبان صلاحیت تایید نمیشه. اینو دیگه همه مثل که قبول کردن که آقای خامنه ای که باید صلاحیت یک نامزدی که حالا یک سر سوال راجبش هست یه ذره جنجال مطرح بشه. یکی از بهترین واکنشی که خیلی واکنش داشت خودش، مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان بود که میاد میگه که انصراف حسن خمینی بر اساس صلاح دید رهبر ایران، شاهدی دیگر علاوه بر ده ها شاهد بر نقش مهم و بیبدیل رهبری در همه شئون نظام و وضعیت کشور است. حالا اینو من به نقل مضمون میکنم و مینویسه که و بیانگر اینه که تفکیک حوزه اختیارات و مسئولیت های رهبری از قوه مجریه و نهادهای دیگر ادعایی بدون دلیل است. اینی که هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان قبول کردن که آقای خامنه ای که باید تایید کنه که دست کم نامزد اصلاح طلب و میتونه وارد انتخابات بشه یا نه. ممنون از پویا پویا ماهرویان اینجا در استودیو. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 291 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون را از دست دادند. در حال حاضر 295 شهرستان در ایران قرمز و 99 شهرستان نارنجی هستند. ابتلا به کرونا بار دیگر شیب سعودی پیدا کرده و در بعضی استان‌ها مثل تهران و خوزستان وضعیت به شدت حاده. آمار جان‌باختگان در تهران هم طبق آمار رسمی به 100 نفر رسیده. همزمان دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید وزیر بهداشت به دلیل واکسینه نکردن کادر درمان مسئول مرگ 7 پرستاری است که به تازگی جانشان را از دست دادند. دکتر سعید شهراز پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن از اوکلند در ایالت کالیفرنیا آمریکا با ما هست. آقای دکتر، چقدر واقعا فکر می‌کنید که مسئولان ایرانی رو باید مسئول اون چه که اتفاق افتاده در شرایط حاضر دونست؟ چقدر اونها میتونستند جلوی این مسئله رو بگیرند؟ با سلام خدمت شما، واقعا سوال وقتی جواب دادن به این سوال خیلی ساده نیست. همونطور که می‌دونید در همه کشورها تقریبا چون این موزلی هست و محکوم کردن یک سری مسئول خیلی کار راحتی نیست، مسئله قامز و پیچیده‌ایه. ولی به طور مشخص وقتی با آمارهای جهانی نگاه می‌کنیم، ایران از نظر اقداماتی که تا اینجا انجام داده به خصوص واکسیناسیون از کشورهای که واقعا روش مؤثر و تنها روشیه که ما فکر میکنیم که الان باید جلوی پیک 4 و احتمالا پیک 5 رو هم که ممکنه در زمستون ایجاد بشه بگیره، در واکسیناسیون بسیار بسیار عقب هستیم و از این نظر به نظر من مسئولین باید در واقع این مسئولیت رو قبول کنن و شکی نیست، چون واکسن دست کم در دست مسئولین هست. اگر حتی اگر مسئولین برگردن و بگن که مردم در مسائل دیگه رعایت نکردن مسائل دیگه مسئول هستن، اما در مورد مؤثرترین راهی که الان ما بهش فکر میکنیم که واکسن هست، قاعدتا دولت بسیار مسئول هست. بسیاری انتقادهای جدی دارن از جمله در مورد دسترسی کشور به واکسن و همینطور همون مقدار واکسنی که میگیرن، اینکه چطور به افرادی که باید این واکسن ها تزریق بشه داره کار انجام میشه. اما فکر میکنید فرض بگیریم اگر ایران واکسن خودش رو هم بتونه در آینده نزدیک تولید بکنه، بسیاری از کشورها هستن که همین الان در اتحاد وضعیت واکسن شبیه وضعیت ایران رو دارن، اما تونستن حداقل قرنطینه ای رو ایجاد بکنن. آیا ایران میتونست کار متفاوتی انجام بده؟ به نظر میرسه بسیار با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم، قرنطینه بسیار کار مشکلی هست. شاید قرنطینه الان واقعا آخرین چیزیه که باید بهش فکر کرد و
اگر ما کشورهای دیگر تا انگلستان و آلمان رو هم نگاه کنیم، قرنطینه تاثیر زیادی نداشت. در امریکا هم تاثیر زیادی نداشت. تاثیرهای موضعی داره، در مدت کوتاه میتونه بیمارستانا رو خلوت بکنه، ولی 10 روز 20 روز قرنطینه، اینها واقعا به اون شکلی که ما بگیم قرنطینه نیست. قرنطینه اون شرایطیه که کشورهای مثل نیوزیلند، استرالیا یا شاید ایسلند ایجاد کردن و بسیار موثر تونستن این کار رو انجام بدن. کار بسیار مشکلیه و در یک آستانه خاص همه در واقع سیاست‌های داخل قرنطینه از هم می‌پاشه. دولت ایران در پیک اول، دوم، سوم تجربه قرنطینه رو داشته، در پیک چهارم داره 10 روز رو مطرح می‌کنه، ولی بعیده که این تاثیر خیلی زیادی داشته باشه و به نظر من باید سیاست‌های موثرتر که ماسک و در اختیار گذاشتن گسترده ماسک، به خصوص ماسک‌های N95 اگر بتونن تهیه کنن و به مردم بدن و این سیاست رو بسیار پشتش رو محکم نگه دارن، به اضافه تسریع خیلی شدید واکسیناسیون با هر راهی که ممکنه، تنها راهیه که ما میتونیم تو پیک چهارم میزان مرگومی رو بیاریم پایین و در پیک پنجم به اصطلاح کنترل بکنیم و ما میدونیم واقعا چیزی نیست که الان بتونیم راجبش صحبت بکنیم راجب پیک پنجم. ولی اگر بتونید خیلی سریع به ما بگید که اگر شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، چون اون چیزی که شما گفتید میدونیم که احتمالاً بعیده که ایران بتونه در مدت کوتاهی این کارها رو انجام بده، اگر شرایط همینطور ادامه بکنه ما با چه شکلی از جامعه مواجه هستیم و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ اگر سریع بفهم. حقیقتش بسیار سوال سختیه، به خاطر اینکه ما واریانت های جدید، سوش های جدید داره وارد میشه. فکر کنید که اگر سوش برزیلی وارد کشور بشه و واکسن ها تاثیر زیادی نداشته باشن روش، دوباره یک شرایط بحرانی بسیار زیاد در پیک پنجم احتمالاً حوالی زمستون اتفاق میفته. اما در یک سناریوی بسیار خوشبینانه به نظر من، اگر بتونیم ما سیاست ماسک، به خصوص ماسک N95 رو ببریم جلو که صحبت زیادی ازش نیست، و بتونیم در واقع یک مطالعه خیلی سریع انجام بدیم روی این سه تا واکسنی که الان هست، باهاران، واکسن سینوفارم و واکسن اسپوتنیک روسیه، ببینیم کدومش موثرتره و بتونیم دست کم 50% جمعیت رو تا 6 ماه آینده، دست کم 25% از جمعیت رو، شاید 25-50% رو بتونیم واکسینه بکنیم، به احتمال زیاد تا آخر امسال بتونیم از در واقع یک واقعی بسیار بد روی پیک 5 جلوگیری بکنیم. و اینها بسیار اما اگر داره و یک سوال بسیار بزرگ اینه که واکسن ایرانی نهایتاً که قرار هست تا 3 میلیون دوز به قول در واقع دولت، واکسن برکت 3 میلیون دوز در ماه تهیه بشه و قاعدتاً یک سال طول میکشه که ایران رو بشه باش واکسینه کرد، دست کم یک سال طول میکشه. با این اما و اگرها من فکر میکنم که در خوشبینانه ترین حالت ما پیک 5 رو بتونیم با مرگ و میر نسبتاً پایین تر، شاید بین 200 تا 300 مرگ در روز بگذرونیم و منتظر هستیم ببینیم به پیک 4 که خیلی واقعا در موردش داریم کاری نمی کنیم در حال حاضر، خیلی به اما اگر دیگه بستگی نداره، پیک 4 رو باید پشت سر بگذاریم و امیدواریم که میزان مرگ و میر واقعا سه رقمی نشه توی پیک 4 و اعدادی که اعداد عجب غریبیه. ممنون از شما دکتر سعید شهراز، پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری های مزمن. 1400 خبرنگار و فعال فضای مجازی در ایران از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستند که با عوامل ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برخورد کنه. سخنگوی قوه قضاییه هم از دولت خواسته بر عملکرد فضای مجازی نظارت کنه، در غیر این صورت قوه قضاییه خودش وارد عمل خواهد شد. کاوه مشکات گزارش میده. اتاقهایی که فرصت گپ و گفت را به هزاران نفر ایرانی از داخل و خارج ایران داده، از بحث‌های داغ سیاسی تا بازی و شب شعر و اتاق طنز. عمر کلاب هاست در میان کاربران ایرانی به چند ماه بیشتر نمی‌رسد. ولی این شبکه اجتماعی نوظهور جایی است که بحث‌های سیاسی روز در آن مطرح می‌شود و حتی سیاستمداران و دولت مردان هم در آن مشارکت فعال دارند. هفته گذشته کاربران کلاب هاوس در ایران با مشکلاتی روبرو بودند. آنهایی که با اینترنت اپراتورهای ایرانسل همراه اول و مخابرات قصد داشتند وارد کلاب هاوس شوند، نمی‌توانستند این اپلیکیشن را باز کنند. مشکلات ورود به کلاب هاوس تا همین دو روز پیش هم ادامه پیدا کرد. سازمان تنظیم مقررات
در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات به سه شرکت همراه اول ایرانسل و مخابرات 24 ساعت فرصت داد تا این موانع موجود در ورود به این شبکه اجتماعی را بردارند. حالا 1400 نفر از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از او خواستند که با عوامل این مشکلات برخورد کند. از آن مقام قضایی استدعا داریم در راستای صیانت از حقوق مردم و طبق ماده 737 قانون مجازات اسلامی، عوامل اختلال غیرمجاز در پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی را مجازات و به این موضوع رسیدگی کند. اما قوه قضاییه زیر نظر ابراهیم رئیسی روی خوشی به شبکه‌های اجتماعی از جمله کلاب هاوس تازه وارد ندارد و میگوید اگر دولت جلوی آنها را نگیرد خودش آستین بالا خواهد زد. از رها شدگی فضای مجازی انتقاد و گله کرده ایم و هشدار داده ایم که این فضای مجازی نباید مشمول رها شدگی باشد. حتما همان گونه که فضای حقیقی کشور، مرزهای زمینی، آبی، دریایی و گمرکات کشور ساماندهی و مدیریت می شود، فضای مجازی کشور نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است. نکته مهم این است، این مسئولیت به عهده دولت است، به عهده وزارت ارتباطات و نهادهای متولی در حوزه دولت است. از رها شدگی آن جلوگیری بکنند و چنانچه در انجام وظایف و مأموریت‌های خودشون قصور و کوتاهی کردند، بایستی در برابر قصور و کوتاهی‌های خودشون پاسخگو باشند. اتفاقی که می‌تواند فشارها روی دولت برای فیلترینگ کلاب هاوس را بیشتر و بیشتر کند. رئیس جمهور یک شنبه در دولت به وزیر محترم ارتباطات دستور دادن که اولا جزئیات رو به مردم بگویید و ثانیا مطابق قانون از اختلال کنندگان شکایت کنید و از اهرم‌های قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفین و هم برای حفظ فضای ایجاد شده و باز شده استفاده کنید. به هر حال کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشه. هر کسی توانایی گفتگو با مردم داره، گفتگو با نخبگان رو داره، میتونه از این فضا استفاده بکنه. صدا و جذابیت گفتگو باعث شده هر روز به محبوبیت شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران و خارج از آن اضافه شود. اپلیکیشنی که هنوز مشکلات فنی زیادی دارد و ممکن است برخی از اختلالات این روزهایش مربوط به تازه وارد بودن آن باشد. اما مشخص نیست این امکان باز گفتگو نقد تا چه زمانی از تیغ فیلترینگ در ایران به دور خواهد ماند. کاوه مشکات، بی بی سی. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از توین ایتالیا با ما هست. آقای رشیدی، اوضاع چطوریه؟ یک سری میگن فیلتره، ولی بعد به راحتی صفحه اونجا تشکیل میشه، اتاق تشکیل میشه. همین الان گفتگوی آزاد با فائزه هاشمی رفسنجانی در جریان، 8000 نفر هم در این اتاق هستند. واقعا چه خبره؟ درست گفتی، نه تنها 8000 نفر توی اتاق هستن که اتاق پر شده، بلکه یک اتاق دیگه کنارش راه افتاده که صحبتایشون رو پخش میکنه، یه دونه توییتر اسپیس هم راه افتاده اونجا هم دارن این صحبتا رو پخش میکنن. بنابراین این فیلترینگی که ایجاد کردن این سه تا اپراتور و مخابرات، نه تنها باعث نشده که مردم کمتر استفاده کنن یا مانع استفاده بشه، بلکه میبینیم که خیلی بیشتر از گذشته استفاده میشه. در واقع این یک تجربه ای است که قبلا هم دیدیم. تلگرام زمانی که در ایران فیلتر شد 40 میلیون کاربر داشت. امروز بعد از گذشتن چند سال از فیلترینگش، که فیلترینگ اتفاقا خیلی سفت و سخت و محکمی هم هست، داره 50 میلیون کاربر هستش. بنابراین تو یک دور باطلی مقامات ایران گیر کردن و متاسفانه نمیدونم بگم که دارای درایت نیستن یا به هر شکل دیگه متوجه نمیشن که این کار هیچ وقت جواب نداده و از این به بعد هم جواب نخواهد داد. ولی ما به طور قطعی میتونیم بگیم که کلاب هاوس فیلتر هست. آیا فقط روی دیتایی که از روی سیم کارت میگیرن یا روی وای فای هم فیلتره؟ ب-
بر روی اون سه اپراتوری که در گزارشتون اعلام کردین به علاوه اینترنتی که از مخابرات تهیه میشه فیلتر هستش، ولی اگه شما مثلا فرض کنید یه سیم کارت رایتل داشته باشین اونجا بدون فیلتره، اگه اینترنتتون رو دارین از نمیدونم شاتل میگیرین اونجا بدون فیلتر هستش. در واقع همین هم نشون میده که تکلیفشون روشن نیست که آیا میخوان مسدود بکنن یا نمیخوان بکنن. و یه نکته دیگر هم بگم، ما برای اولین بار شاهد بودیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی خوشی نشون داد به فضای در واقع شبکه‌های اجتماعی، به این معنا که به رسمیت پذیرفتش. وقتی که اومد یک برنامه‌ای در اتاق کلاب هاوس رو به شکل زنده از رادیو پخش کرد، میشه به این نتیجه رسید که حتی اون نهادی مثل صدا و سیما که میدونیم هیچ کس توش اجازه نداره حرف بزنه، یه مقداری داره میپذیره این فضاها رو، اما نهادهای موازی امنیتی در واقع دارن مانع این شکلگیری این فضا میشه. انتخابات در پیش به هر حال و فضای گفتگو رو خیلی این کلاب هاوس باز کرده، میبینیم که به خصوص هم از داخل ایران واقعا اتاقهای پر جمعیت اتاقهایی هستن که از داخل ایران تشکیل میشه. نگاه خودت چه هست در طول این چند روز که به هر حال اومدی و داری میبینی چه تغییرات مهمی اونجا داره اتفاق میفته؟ کوتاه اگه بگی. ببینین، افرادی که در ایران زندگی میکنن پر مخاطب ترین اتاقها رو دارن، هر موضوعی که بذارن پر مخاطب ترین اتاقها هستش، در این حالی که سعی میکنن خط قرمزهایی که منتهی میشه به در واقع امنیتی شدن، یعنی بازداشت بشن زندان برن، در این حالی که سعی میکنن اون خط قرمزها رو رعایت بکنن تلاش دارن که صحبت کنن، گفتگو کنن، به اتاقهای مخالفین میرن پاسخ میدن بهشون، مخالفین به اتاقاشون میان از هر طرفی که باشن. این فضا رو ما تا امروز تجربه نکردیم، جامعه ما تجربه نکرده، و اگر به بدنه اجتماع برسه به نظر من میتونیم در دو ماه آینده فضای سیاسی اجتماعی، فارغ از اینکه چه اثری رو انتخابات بذاره، فضای سیاسی اجتماعی بسیار متفاوت رو شاهد باشیم. ممنونم ازت آقای رشیدی. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا با ما. و ممنون از شما که همراه ما بودید در این یک ساعت. ما اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون.